صحبت های سلشکر باخری در مورد تولید موشک بالستیک دریا پایه با برد 1500 کیلومتر میخوایم در رابطه با این موشک و حدسیاتی که در مورد آن مطرح میخوایم در مورد این صحبت کنیم که ساخت این موشک به چه معناست همچنین در مورد بی غیرتی رضا پهلوی یا همون 16 کوزپت این بیغیرت و تبریک جشن پوریم به سگیونیستا به مناسبت بیست اسفند سال روز ایرانی کشون همچنین در مورد ماهیت زن زندگی آزادی از نگاه شاین نجفی که ما منظورمونی که لخ بشیم عورت بندازیم خشت خشتک و مینگلان باید ایان باشه که بشه بهش گفت آزادی خواب در مورد این نادرس ها صحبت های سلشکر. امیر آشتیانی وزیر دفاع در مورد خرید از 400 و و 35 یک گریزی هم به صحبت های ایشون میزنیم و از بدبختی های غرب خواهیم گفت بریش براندازان در بداغونم هم سخت خواهیم خندید هم که البته هم چنان انجام میدیم و حالا بریم تو کارش دوستان عزیز سلام ایرانیان سلام بر بوهم سلام هموطنان در باکو تالش نخجوان سلام هم در کشمیر هندوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیعیان کویت بحرین القطیف عراق جنوب لبنان بحرین بعد چون حوسی شیخ زگزاگی یارانش و سرتاسر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنون برای این پس میگیریم با امید خدا بادکوبه و نخجوانم هم پس میگیریم با امید خدا و داغ ننگ گلستان و و همچنین عبور از این خاندان بی ارزه پهلوی خب دوستان عزیز سلشگر باخری مردی از تبار شجاعان پیاخو تایفه خدا وکیلی هر وقت نگاش میکنم یاد برادر متفکر نظامیش استراتژیست نظامیش حسن باخری شهید حسن باخری که اون موقع کسی نمیدونست اطلاعات جنگ یعنی چی حسن باخری سازمان اطلاعات جنگ رو تاسیس میکنه و نقشه عملیاتی و کلن متفکر نظامی بود که تا سال 61 مبتکر عملیات های پیروزمندانه ما در جنگ بود و حیف که اونو از دست دادیم و نشون به اون نشون بعد از شهادت ایشون ما تقریبا عملیات موفق آنچنانی هم نداشتیم یک مارشال رومل فیلد مارشال رومل و فیلد مارشال مونت کومری به معنای واقعی بود شاید هم از اونا سرتر بود انصافا شهید حسن باقری که البته برادرش هم دست کمی از اون نداره و اونم اون زمان در اطلاعات سپاه بود خب دوستان عزیز سلشکر با آخری صحبت کرده و در مورد ساخت موشک بالستیک دریا پایه صحبت کرده ما قبلا کارهای خوبی در زمینه بالستیک دریا پایه انجام دادیم و حالا بریم صحبت ایشونو رو بشنویم و یه تحلیل دارم و من حدس میزنم منظور ایشون از این موشک چی میتونه باشه خب <تص> خود موشک بالستیک استلاحاً بعد از پرتاب دیگر هدایتی نداره کنتر فقط واسه دوستانی میدونم همه دوستان میدونم فقط واسه اون دوستانی این که احیانا بالستیک و... بالستیک هم یعنی توپیه یعنی به این انحنا میره از جف خارج میشه بعد شیرجه میزنه رو سر هدف بالستیک بشه کروز نه کروز مثل یک هواپیمای بدون خلبانیه موتور داره بال داره و در ارتفاع کم سابسونیک یعنی پایین تر از سرعت صوت حرکت میکنه و هر دوتا هم ویرانگر و مخربن گفتم ابتدا در مورد بالستیک چیه و فرق اون با کروز اینو ابتداعا بگم هرچند میدونم اکثر دوستان خودشون استاد هستن ماشاءالله خب ببخشید من خود موشک بالستیک طلاحاً بعد از پرتاب دیگر هدایتی نداره، کنترلی نداره و خودش میره به هدف می‌خوره، تبدیل این به نقطه زن باز در کشورهای اندکی صورت گرفته چون این در فرود خب سرعت بسیار بالایی داره و طبیعتا دقتش به علت اینکه هدایتش به طرق خیلی سن... به ببین دوستان عزیز ما اینم داستانی داره این ساخت موشکه ما اولی موشک نقطه زرمون خب فاتح صدده بود و کلاس فاتح صد ده که فاتح مبین نمیدونم دسفول زلفقار اینا حتی خیبر شکن شهید سلیمانی اینا همه خانواده فاتح و هرمز یک هرمز دو خلیج فارس اینا همه خانواده فاتح صدده هستن این یه خلاقیت ایرانی باز شده بود که ما در برسیم به نقطه زنی اه ما راکت زلزال داشتیم دوستان عزیز خب راکت راکت به چیزی میگن یه پرتابه که همون بر اساس مختصاتی که در لحظه پرتاب بهش دادن عمل میکنه معمولا هم دقیق نیست زمان جنگ اون میگه 25 که میومدن ایران رو اذیت میکردن سرعتشون نزدیک سه ماخ بود و از هواپیماهای ما کاری ساخته نبود و هرچند فرزندان ایران حالا اسم اون خلبان رشید یادم رفت که با اف 5 بالای تبریز سخ و 25 عراق زد که البته این کارو از ایرانیان برمیاد خب در یکی از خب. یکی از ما از چین یه سامانه پدافندی خیلی ضعیف بود اون زمان سام سه ای خریدی و خود چینیا اصلا توی بروشورش اصلا در مورد زدن موشک هواپیمای هایپرسونیکی مثل سخست میگه 25 اون زمان اصلا تو قابلیت هم نبود تو اسوان ما با یک سامسه میگه 25 عراقی رو زدیم که خود چینی هم اومده بودن گفته بودن شما چطور اینو زدید به ما راهشو بگین ما <applause> چند تا تیر مجانی هم بهتون میدیم تعجب کرده بودن بعد شهید تهرانی مقدم و یارانش اومدن تلفیق کردن راکت زلزال با همین سام سه فاتح صده ده متولد میشه اولین موشک نقطه زن ما که بعد نسلهای بعدیش الا ماشاءالله داستانش این بوده وقتی میگم آقا ایرانیان خلاقیت دارن هنر نزد ایرانیان است و بس ایرانی بنبست نداره ببین دوستان عزیز بذار من چیزی بگم ایرانی بهترین موجود خداونده میتونه باشه ان ایرانی یعنی ایرانی خائن و تنفروش بی ایمان غرب گدا ایران ستیز پسترین موجود خداونده دیدی پستن خائنن جاسوسن سیاه نمایی از ایران خوش واسه بیگانگان لطمه زدن به سرزمین مادرش از دست بابای ناراحتن میرن به مامان جونشون خیانت میکنن با خوشحالی هم خیانت میکنن <applause> خاک تو زرت زیبا کلام ای نادرسه عالم هفتاد عالم <applause> خب دوستان عزیز بذارید من ادامه صحبت های سردار باقری رو گوش بدم خیلی دارم انحراف پیدا میکنه از بس ببخشید دوستان عزیز من حرف زیاده درد دل ما هم خب بگیم این میشه ارزان قیمت انجام بشه و خلبانی نداره کار سختی است این کار قبلا انجام شده به کارگیری این علیه کشتی که در حال حرکت هست یعنی وقتی موشک شلیک میشه تا وقتی که به هدف میرسه این کشتی چندین کیلومتر جای خودش رو تغییر داده ببین دوستان عزیز ما اولین موشک دریا پایه بالستیک اون خلیج فارس بود دیگه از خانواده فاتح سدوده پنج شیش سال پیش هفتش ده سال پیش هم ساختیمش خلیج فارس هرموز یک و دو رو هم ساختیم که اونا زده رادار بودن هرمز دو هم بازم زده شناور بود ولی خلیج فارس بردش 300 کیلومتر بود یعنی کل خلیج فارس رو پوشش میداد واسه همین ناوگان آمریکا از خلیج فارس خارج شده دیگه زیر تیر رس موشک های ما بودن دیگه خب پس ما بالستیک که دریا پایه داشتیمه چیز جدیدی نبوده که در یک شناوری که در حال حرکته بالستیکا معمولا واسه اهداف ثابتن ولی ما فکر کنم بعد از چ... چینی هم یه کارهای دی... تو این زمینه کردن ولی فکر نکنم با موفقیت ایرانیان باشه که واسه بالستیکی که یه خط راست داره سرعت خیلی زیاد داره مانوف پذیریش خیلی اندکه ما بتونیم از موشک بالستیک استفاده کنیم البته تا جایی که میدونم موشک بالستیک واسه زدن خلیج فارس واسه زدن اهداف در روزه و قفل میکنه رو هدف و اون هدف مورد اصابت قرار میده که تحول خیلی بزرگیه دوستان عزیز حالا سردار باخری یه چند ثانیه هم گوش بدیم در تست های اخیر ما به نتیجه رسیدیم که کشتی در حال حرکت هم توسط موشک بالستیک زده بشه با موشک خب ببین دوستان عزیز این صحبت های سلشگر باخری بود که از ساخت یه موشک بالستیک دریا پایه واسه زدن اهداف متحرک در دریا با برد 1500 کیلومتر ز... من اول حد میزنم این چه موشکی میتونه باشه و این چه اه... چی میگن منجر به چه تحول بزرگی میشه تمام ناوگان هواپیمابر آمریکا سوخت میشن میرن رو هوا تمام کشتی ها جنگیشون بیخاصیت میشن تمام هواپیما جنگیشون بیخاصیت میشن عرض خواهم کرد چرا ببین دوستان عزیز من حدس میزنم این موشک اماده ببین سال 97 توی کوهای کرج عکس معروفیه که سردار حاجیزاده عزیز در کنار دو موشک اماد قرار داره ما موشک اماد و سال اشتباه 97 بود آره بود ما امتحان کردیم با برد 1700 کیلو خاصیت این موشک اماد چیه؟ اولین موشک قابل رهگیری ما تا لحظه برخورد به هدف این سر جنگیش بالدار بود و این قابل مانور بود قابل هدایت بود تا لحظه اصابت به هدف این موشک اماد اولین موشک هدایت پذیر ما تا لحظه هدف بود که ساخته شده اگر یادتون باشه شما رو ارجا میدم به دو سال پیش که اعلام شد ما موشک اماد دریا پایه رو ساختیم و در دریای هندوستان یک هدفی رو در شست مایلی اگر اشتباه نکنم یا همچین در شست مایلی ناوگان آمریکایی مورد اصابت قرار دادیم بالاخره واسه ساختن یه باید آزمایش های مختلف اینا رو تست های مختلف صورت بگیره من حدس میزنم حدسیات خودمه که این موشک همون اماد دریا پایه است که از سال 97 که زمین پایش ساخته شد تو این یکی دو ساله تستاش صورت گرفته و امروز به موفقیت رسیده خب البته میتونه موشکی دیگه باشه ولی من فکر میکنم حالا خانواده اماد باشه یا چیزی نزدیک به این باشه ارز کردم این اولی موشک هدایت پذیر ما تا لحظه برخورد بود و کار اماد دریایی هم از دو سه سال قبل به این سو تستاش داشت انجام میداد خب اما این چه دستاورد بزرگی داره ارز کردم ما خلیج فارس ساختیم بالستیک خلیج فارس و ناوگان آمریکایی از خلیج فارس رفتن ساخت این موشک یعنی چی یعنی ناوگان آمریکایی باید 1500 کیلومتر دور بشن از سواحل ما وگرنه در تیرس زیر زبونن زیر دندونن داریم سیشو میکاسه کلی <تصفح> خاک تو سرت زیبا کلام خرد کپوت تاج دم این نادرس ها میگفتن ما یا زیبا کلام ما دوچرخه نمیتونیم بسازیم یعنی چی یعنی اینکه خب بالاخره وقتی یه هواپیما میخواد از بالای ناف بلند بشه 1500 کیلومتر تو زمان میبره تازه به ساحل ما نزدیک بشه مثلا میخواد بیاد تا تهران چیزی در حدود 3000 کیلومتر باید بیاد 3000 هزار کیلومتر هم برگرده 6 کیلومتر این کار از بسیاری از جنگنده های آمریکا ساخته نیست، از اف 16 هاش ساخته نیست ف سوپرهرنت ها اف 22 رپتر اف35 فقط به 52 که یک بمبفکن غول پیکره خب اون نیاز خودش به پشتیبانی جنگنده داره به راحتی به قول سردار حاجی زاده عزیز زدنش خیلی آسونه موشک خوریش ملسه به قول معروف یه <تصحر> او هم یه ویدوه که ما بخورم پدافند پنهانکارمون حرف نداره اینو چند روز پیش جنرال مکنزی گفتن که ایران در زمینه پدافندی خیلی پیشرفت کرده و نقطه برجستش اینه که وارداتی نیست، ساق بچون خوم و نه، <applause> خاک تو سر زیبا کلام. یعنی نمیتونن کدش رو از روسیه بگیرن، نقاط ضعفش رو بفهمن و با اون نقاط ضعف بهش بمون آسیب بزنن. نه، این کداش فقط دست خودمونه. نقاط ضعف و قدرتش رو فقط خودمون میدونیم. چقدر مهمه چقدر مهمه نشون به اون نشون که امیر آشتیانی صحبت کرده دوستان عزیز پیا خو تایفه و در مورد سخو ۳ پنج گفته که ما این از قبل پیگیری شده و طوری که معلومه فهوای کلامش به زودی هم میرسه ایران اما در مورد شاید شده بود که ایران میخواد دو گردان اف بخوره اس 400 بگیره گفته بود ما همچین قصدی نداریم خیلی از کشورها به دنبال خرید باور 302 73 ما هستن و ایران به خصوص ورژن دوم سامانه باور خیلی قدرتمنده و ما اصلا نیازی به s 400 نداریم که یعنی پدافندمون هم کاملا بومیه نیاز نداریم یه اردوغان برخلاف میل ناتو رفت دو سه گردان فهم چهار گردان اس 400 خرید به رقص و پایکوبی افتادن که ما روبروی آمریکا ایستادیم اس 400 خریدیم ما ساختیم بهتر از اس 400 چرا ایرانیان نیومدن رقص و پایکوبی کنن بعضی عادت دارن به خود تخیلی دوستان عزیز این از این دوستان خب آقا بریم یک هم انرژی بگیریم این موتر پرش این اگزا زنبورین بشنویم دوستان عزیز اما شیر زرد اوما خودتون بینید صفت اه برارت نمرا جنیفر لوپز <applause> خرد کپوت زیبا کلام واقعا صداش دوستان عزیز اینطور خون و برکت در میاره در رک ما این صدای اقتدار ایرانه صدای نبوغ ایرانی صدایی که میگه بعض نیتکرار نادرس ها ما اومدیم مال بچون خمونه <applause> خب این از این آقا خول حمید این انکرال ظاهر و انکرال باطن و انکرال مظهر و انکرال صدا <applause> این اشتباه خلقت این قپولی این اومده مثل یاد گرفته توی مسجد زرارش ازدواجی مراسم ازدواجی گذاشته <applause> این عکس رو ببینید دوستان عزیز میدونی نقطه عجیبش چیه؟ <تصرف> این طرفدار حقوق زنان و زن زندگی آزادی فقط نروکی ها تو این عکسن مگر همه اینا گی باشن گی <تصمت> فایل و مفول. عروس نیستن خرد کبود نادرست چقل زیر مشکلو په چه مراسم عروسیه؟ نکنه شما گیید نروکید به کل ما خرد سرت ما عروسی اینطوری طالب... این فقط طالبانیه نه من چند تا عکس از عروسی رهبران ارشد طالبان دیدم نه اتفاقا خیلی هم عروس و جیگول میگول و سانتیمانتال و خیلی آرایش آنچنانی و این چقل با این افکار دگمه داعش گونهش این که میشه زن زندگی آزادی طرفدار اون یعنی پای پول وسده فکتا رو میبینید وگرنه تو عروسیشون ازم باید دیم دیمبا و و بزن برقص و زنا بیان وسط مثلا واسه غیر در مثل دوبه یا اینا ای هم همینطور پول بریزه بالا سرشون از پولای محمد منجل فقط نروکان آورده نادرست با هم مشغول باشید طرفداران گزمای خلمید دست سرت زیبا کلام ای نادرست خلقت این از این آقا این رامبود جوان و شاب حسینی واقعا آدمای بیشرف و بیشرف و بیپدر و مادری رفتن خونه روالا عجمیان این مرد شریف وطن پرست مؤمن انقلابی که فقط و صرف بسیجی بودن که ما سه میلیون کارگر بنا بود شاگر سفیدکار توسط جنبش فواهش اورد بنداز که عرض خواهم کرد چرا بهش میگن جنبش فواهش پری بلند آب و اشرف چارچشمها و مشتی لاتلود از جنس شبان بیمخا توسط مشتی داعشی بیشرف که بعضی هاشون مای تیله دار بودن مثل اون رولا اون پزشک قره حسنلو و زنش قره حسنلو خودش گفته من مایه 100 میلیون تومن پنجا تا صد میلیون حقوق میگیرم به شج... ترین وضع و شدید ترین وضع ممکن به شهادت رسید این نادرس ها نه اون زمان این فاجعه رو محکوم کردن نه چیزی حالا واسه گرفتن رضایت رفتن خونه خانواده این شهید نازنین که جاش تو سر ماست سختم بهش علاقه مندم یکی اون یکی اون شهیدمون که تو آکواتان بود علاوردی بود فکر کنم که حاضر نشد زیر شدیدترین ضربات و شکنجه بر علی مرشد صحبتی کنه اما اینا تا دست بهشون میزنی آی قهوه ای خوردم به روح بابام قهوه ای خوردم تر تخمم تا زمان آدم و هوا هم ای خوردن زیاد فیلم دیدیم به مز این که بالش زیر سرشون عوض میشه تا شکم مامان چون اعتراف میکنن و قبتر از اونو <applause> خب حالا خواهر شهید عجمیان صحبت کرده این خواهر شهید صحبت کرده گفته وقتی برادرم با این دو بازیگر سینمای ایران مواجه میشود به آنها میگوید اگر پیام ها و پست های جماعت سلبریتی نبود شاید بسیاری از این وقایع رخ نمیداد آره والا اینا آتش بیار معرکه بودن سنگردان بودن تهیج جوانان اکثر اینایی که دوستان اومدن توی جنبش فواهش معمولا بین رنج سنیشون 15 تا 20 سال بود دیگه خیلی بود 20 سال بچه بودن احساساتیشون کردن سو استفاده کردن ازشون و بعد هم دیدی هیچ کاری هم نکردن رهاشون کردن استفاده ابزاریشون میکنن امثال این دولت سلبریتی در همه مدت یا ساکت بودن یا حرفی در جهت آرام کردن فضا نزدند حالا چه شده است که یادشان افتاده بیاین منزل ما آنها با چه روی اصلا دست به چنین کاری زدن در حالی که هیچ موضعی در خصوص شهادت مظلومانه برادرم که آنطور وحشتناک با اون رفتار کردن نگرفتن محکوم نکردن حالا با چه روی رفتید نادرست ها سلبریتی های بی شرف غرب گدای بدبخت اون رامبد جوان بعد از چهار پنج تا ازدواج که حتما تا آینده سه چهار تا دیگه هم ازدواج میکنه حالا عشق آزادشون این این و اینوری اونورو و زیرسولی و قرمه زیرسوبیلاش بماند که او بچهش میبره کانادا به دنیا بیاد که کانادایی بشه تو این سرما و سیخ خود به شمال که خاص بچه خودت پای نستتون از ایران خارج کنید بری تو اون خراب شده های کانادا با چه روی بلند شدید خاک تو سر قوه قضاییه من عصبانی میشم خدا وکیلی که چرا با این جماعت سلبریتی که با روح روان مردم بازی میکنن خیلی از جوانان اینا فریفتن احساساتیشون کردن فرستادنشون که بیان همچین جنایت انجام بدن برخورد نمیشه تازه مالیات هم نمیدن رانت قضایی هم برخورد دارن مرزی برومن میشه رئیس خانه سینما اما آن از این نگاه لیبرالی که حتی دولت رئیسی هم متاسفانه نگاه لیبرالی داره تبلیغی انتخابات نزدیکه ما نیاز به این خرها داریم یک تار موی گندیده شهید عجمیان ها به هزاران هزار از این بی بیشرف بی شرف ظاهربین دوریالی که فقط پوز زندگی و نمیدونم هنرهای نداشته شون رو میدن کارشون جلوگری میارزه شهید واسه خدا جلوگری میکنه اینا واسه شهوت واسه پول واسه دیده شدن دردناک خدا وکیلی شهدای ما خیلی مظلومن خیلی وزیر فرهنگ و ارشاد ما تازه میگه اشکالی نداره اون سلبریتی ها هم که چیز بودن ما دنبال این ممنوعیت کاریشون لغو بشه آقا همه چی بهشون میدید، بدید مملکت هم بدید بره پول های آنچنانی تو اتاق بازرگانی هم کارت بازرگانی بهشون میدید بگذریم دوستان قضیه ایس پر آب چشم من خیلی معترض رفتارهای دولت جمهوری اسلامی هستم تو قضیه سلبریتیا لیبرال ها هم به خوبی دارن از این ابزار استفاده میکنن همونطوری که چند سال پیش حجاریان نادرست گفت ما باید از این به بعد حرفامون از دهان سلبریتی ها بزنیم چون ما خودمون دیگه هیچ پاخی نیستیم مردم به ما گوش نمیدن امروز سلبریتی ها ابزار بازی دشمن هستن بخشی از پازل بازی پازل جنگ دشمن و ها در دست دارن چرا دولت جمهوری اسلامی با اینا برخورد نمیکنه؟ البته شنیدم قوه قضایی بالاخره تکونی به خودش داد و این زیبا کلام و رضا کیانیان و نمیدونم این این نادرس ها رو احزار کرده نمیدونم قرار مجرمیت حالا این به حکم بیانجامه انجام حکم بش... زیبا کلام هم پارسال پیراسال بود به یک سال زندان محکوم شد آیا این حکم اجرا شد نه اف شامل میشه ببر بگذریم دوستان عزیز بگذریم من ما مدیون شهدا هستیم شرمنده ایم خدا و کی من به عنوان یک ایرانی ام چرا باید تو کشور من اینقدر امثال شهید عجمیان ها مظلوم باشه من یه بار گفتم هیچ همه جای دنیا هیچ جای دنیا رو نمی... پیدا نمی کنی همه جای دنیا اینه که رس بر این قانونشی قانونش نزدیکان حکومت نزدیکان فکری ایدولوژی حکومت بالاخره باید اینا منتفع بشن اینا نمیدونم سرمایه داری اگر صورت بگیره اونا اون سرمایه ملیه نگاه به بیگانه و غرب ندارن سرمایهشون از کشور خارج نمی کنن. اما جمهوری اسلامی تنها نظامیه که به لیبرال ها داریشو از جنس لیبرال هاست که وقتی چیزی میشه اره ها! برن کانادا برن دبی برن ترکیه برن اروپا سرمایه رو خارج کنن به ریش ملت هم بخندن لیبرال هایی که ذاتا هیچ اعتقادی به گفتمان حاکم نداره اما فربه میشن تو مناسب ویژه هم ازشون استفاده میکنن خب. اما شازده کوزپت این نادرست این نه از مردی نشانی داره نه از پروی بودنش نه از چه میگم مادره خرجش میده این نادرست جشن پوریم و جشن البته این یه اساتیریه دیگه رویاهاشون و سگونیستا و یهودی ها اومدن تو قالب پوریم ایرانی کشون رویاهاشون با واقع در آوردن یعنی رویا بافتن خیال پردازی کردن که ما ایرانیان رو کشتیم بعد جشنی در آوردن همچین چیزی تو تاریخ اتفاق نیفتاده ولی بالاخره اینا بهش اعتقاد دارن که ما در روز 20 اسفند هفتاده هشت هزار هفتاده نمیدونم چند هزار ایرانی رو کشتیم ظرف سه روز و حالا دارن افتخار میکنن همان کشون میگیرن همانو نمیگم میکننش کیکی میخورنش باد باد کی نمیدم آتیشش میزنن نمی فجیع ترین وضع ممکن شربتش میکنن میخورنش یعنی یه عدو در میارن تو این روز بیا و ببین این مراسم که به خاطر تحقیر ایرانیان صورت گرفته چقدر بیچشم رو این یهودی ها این سگیونیستی ها هر قدرتی میومد تو تاریخ بهش آویزان میشدن زمان هخامنشیان کورش کبیر اونا رو نجات میده بعد چیزشون میگه ما کشتار کردیم ایرانیان کشتن البته میگم این دروغه حالا اینا میگن ما کشتیم افتخارم میکنن جشن میگیر مثل اینکه ما مثلا کشتار تفلیس آقا محمد بریم جشن بگیریم کشتار نمیدونم دهلی رو نادرشاه انجام داد ما بیام جشن میگیریم ها چه حالی بهشون دست میده بگذاریم بعد انگلیسی ها رفتن زیر یوق انگلیسی بعد به همون انگلیسی ها هم حمله کردن چندین سرباز انگلیسی رو شبیه خون زدن کشتن مجبور شد از فلسطین اشغالی بعد کعبهشون رفت سمت واشنگتن یانکی های بی پدر و مادر یعنی قومی بودن از قدیم بودن. یه زمان به رومیا آویزون شدن همیشه آویزون بودن دوستان عزیز آویزون ابرقدرت ها بودن خب شازده کوزپت میاد بهشون تبریک میگه دوستان عزیز کینگ ایران و او من اشتباه کردم ببخشید دوستان عزیز و صحبت کرده جشن پوریم خب جشن پوریم بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی خرد کپوت اسرائیل ملت نیست ملت تعریف داره یک ملت یعنی یه ملتی که جامعه‌ای که یه مناسبات تاریخی دارن و اینا علاوه فرهنگی علاوه ملی همسوان همزیستی میز دارن در هم فرهنگی دارن تو رژیم سگونیستی که هر کسی یه نفر از روسیه اومده یه نفر از آمریکا یه نفر از آلمان یه نفر از آفریقا که ملت نیست یه سیستمه یه رژیم جعلیه که بر اساس ناسیونالیست قوم یهود ساخته شده کاملا فاشیستیه و تو همون هم همه با هم برابر نیستن مثلا یهودیای اشکنازی عموما پستا رو اونا به دردست دست دارن یه سری یعنی یهودی هستن مثلا مال اتیوپیان اصلا اونا آدم حسابشون نمیکنن. یعنی در خود همون رژیم جلی هم یهودی همه با هم برابر نیستن مساوی نیستن یه نظام طبقاتی بینشون هست ملت اسرائیل تف دارید نادرست چقل خرد کپوت پروش. و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار میکنند خوجسهباد میگویم والا کورش کبیر اگر میدونست این ها همچین آدماییاند الان داره تو گور لرزه که من چرا اینا رو فرستادم اینجا تازه به نبونیک یه خسته نباشیدم میگفت میگفت بیشتر بزن تو ملاج این ها <laughs> جشن پوریم بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می کنند خجستباد می گویم. یعنی خدا هیچ کس هیچ کس مثل ای انتر آویزون نکنه بی بوته نکنه بی ارزه نکنه خیلی بی ارزه است دوستان عزیز یاسمین زنش بهش بگه پخ خودشو خیس میکنه این زیر مشت این زیر مشکلو این حیفنون خب نمیخوام برنامه خیلی طولانی من با این او بی که کار میکنم زمان از دستم میره دوستان عزیز ببخشید برنامه زی زیاد طولانی میشه شای نظفی این نادرست آقا میگه ما هدفمون از زن زندگی آزادی چیه لخت بایم، وول بخوریم خشتک و مینگلان و چینا چین رو نشون بدیم بی غیرت میخواییم بشیم بی ناموس بشیم هدفمون همینه خرید کپو ایرانی که بخواد بره با اینا دنبال زن زندگی آزادی انصافا از مادرش سراغ بابای واقعیشو بگیره چون این جنبش فواهشه مشتی فاحشه و اشرف چارچشم و پری بلنده ها به امراه لاتلوتای از جنس شعبان بیموخ دنبال همچین چیزی هم دیگه گوش بدیم این نادرست الوات این الوات نکره بینیم چی میگه دوستان عزیز جنبش پاک زن زندگی جان تو پاکه مامانتم پاکه نادرست پاکه آی من چهار تا سخت جنین غیر ازدواج داشتم پاکه چقل تو هم نطفت خیلی پاکه از جنس خودتن دیگه خب من وقتی اینو یکی به میگه بشه پاک زن زندگی آزادی یاد فاطمه زهرا میفته در صورتی که جنبش زن من رو نبود یاد فاطمه زهرا نه تو باید خشتک شو تو. تو باید خودتو اوچی چی بپکوید باید انگولک کنی خودتو. رو با قول بابا باید مرک امیدانه میگفت انگشت وسط ما تو لوری دوستان از اینجا تا اینجا رو بهش میگی مرک اینا میخوان مرک به جای انگولک خودش خودشون مرک بارون بکنن <applause> یعنی پاره پوره کنن خودشو <applause> وقتی خودشون رو پاره کردن دیگه این دیگه تای آزادیه یعنی انصافا آزادی از نگاه اینا یعنی دیگه تموم ما آزاد شدیم خب منو یاد آزادی باید بندازیم منو آره. یاد رهایی باید بندازیم آره رهاییش مرکه <applause> رهایش یعنی چی؟ یعنی مثلا بره وول بخوره مثلا یه زنه یا چند تا زن یا مرد یا نکره مثلا تو همدیگه برن استخر مختلط مثلا لخ بشن شندبان خودشون بذارن <applause> خاک دو زیبا کلام نادرست <applause> این یعنی آزادی آزادی یعنی منو یاد اشغال باید بنوزیم. من جامعه میخوام که توش اشغال بتونم بکنم حرف جدید من نیست دارد. زن بله بسیار عالی اما زن که داریم میگیم در مورد ماما که من داریم صحبت نمی کنیم. که در مورد دختر 14 15 16 ساله داریم صحبت میکنیم این دوستای نادرس پس این منظورش از زن یعنی رسپی خانه باید اشغال بکنیم جامعه رو مثل شهر میخواد دوستان عزیز این بلید بگیر شهر <تص> اشغال باید بکنیم شهر نوه ببین اینا میگم این جنبش فواهشه به این خاطره. چقدر اینا مریض جنسی هن انصافا چقدر اغدهی چقدر حقیقی معلومه بسیاری از اینا هستن که میگن آزادی آزادی همین سکس آزاد اینا دوستان اغدهی ای هن شاید تو زندگیشون دختری نگاهشون نکرده <applause> شاید اینا اکثر خب بی خانواده هن. زن نداشتنه یعنی عقده هیستری دارن دوستان عزیز اینا مریضن اگر فروید بود اینا رو بستری میکرد <applause> خب داداش شما معتقد به روابط جنسی آزاد هستی یا یعنی اینکه الان زوده در مورد این چیز صحبت کردی به نظر من اولی پیشنهاد مامان جونت بکن و آبجیت مثلا اینا رو بیارید آبجی و مامانتون دیگه اگر زن داری زناتون دختراتون رو بیارید بایی براندازا با هم یه شو بذارید <applause> همه هم لخ بشید چراغا رو هم خاموش بکنید اول برید تو همدیگه اول بول بخورید تو همدیگه <applause> خوب آزاد که شدید تا بعد بفهمید آزادی یعنی این این یعنی دیگه اصل زن زندگی آزادی یعنی این خاص خودتو نادرست <applause> دوستان اینا مریض جنسی هن. اینا روان پریش هن. اینا اغدهی به بخوام نیای درست چه خلق شما معتقد به آزادی روابط در واقع هستی شما مثلا نسبت به مسائل فرهنگی چقدر آزادی داری لول کجای صندلی بذاریم اینطوری دم دست تر و تمیز بشینیم بدون حرکت بیایم کنسرت اجرا بکنیم یا اون بالا اجازه میدیم و هر کاری دوست داریم بکنیم دوباره نه تو وول بخور تو عرض کردم تو مشغول باش اسپانیا خب سکس با حیوانات نمیدونم با دختر و فرانسه هم با مهارم و قانونی کردن تو برو اول با اونا اجرا بکن از این عقده بودن خارج بشی مزه آزادی رو خوب کسب بکنی بعد با بقیه شرکادم در میون بذار که بگو من الان خیلی آزاد شدم من الان مزه آزادی فهمیدم اون تریپ آقا از ایزن به تو از فاطمه این گونه خطا پس فرزند ترین نمیدونم زینت زن حبس حیا است نه آقا البته اون تمثیلش سه حضرت فاطمه واسه نجبا است واسه با شرفانه. واسه دختران و زنان نجیب ایرانیه واسه ان که که <تصفح> <تصفح> بیشتر مدفوع با چی میگن قاعد ایرانیانن نجاستان اصلا اسم اسم این بزرگ بزرگواری که میارید شما باید دهانتون غسل داد شما مالی حرف ارز کردم شما اه اه انسان دوستان بر اساس تربیت خانوادگیشون دیگه بر اساس اون محیطی که توشون بزرگ شدن بالاخره رفتار میکنن اینا تو خانواده هاشون هم فکر کردم اینا هرکی به هرکی بوده دیگه که <applause> یه الدنگی مثل این بی به دنیا میاد میخواد بالاخره مثلا عشق آزاد خانوادهش مشغول باشن این ور, و ور بعد چل پنجاه نفر با مامان جونشو مثلا ترتیب بدن بعد بره مثلا ژنتیک ازشون بگیره بینه باب من میخوام بابامو پیدا کنم آی من دوست دارم بابا رو پیدا کنم <applause> بره آزمایش ژنتیک بگیره باباش پیدا کنه اینا اینطوری میخوان بی بوتن اینا اینا بی خانوادن آقا امروز دعوا دعوای با خانواده و بی خانواده است دیگه اینا واقعا بی خانواده حرامزادن اینا به معنای واقعی حرامزادن که دوست دارن بقیه ایرانی هم مثل خودشون حرامزاده بشن ولی کور خوندید اینا ابزار غرب دیگه غرب میگن ایرانیان مردم نجاده ای هستن مردم قابل با اصالتی هستن که توشون خانواده خیلی مهمه ببین دوستان ببین به چه چیزایی دارن حمله میکنن خانواده ملیت با تجزیه طلبان ملیت رو ضعیف بکنن نه تجزیه چیز بدی نیست بعد با مذهب مذهب واسه ایران واسه مردم تولید قدرت میکنه آدمای مؤمن مذهبی فی نفسه آدم قدرتمندیه واسه همین دارن به همه اینا حمله میکنن که ایرانی موجود پلشت بیخاصیت مردنی ولگرد لاعبالی شهودران بیقابل در بیارن بعد به کشورش از بین ببرن اینا امسال شای نجفی های ها اپوزیسیون دوستان بازوی اجرایی غربن اینا تو بخش فرهنگی و رسانهی مشغول بکارن تو ذهن ایرانیان کار بکنن که نه بیناموسی چیز بدی نیست چیز خیلی خوبی عشق آزاد هر کس با هر کس خواست خوابید هر کس با هر کس خواست باشه قید و بند یعنی چی در صورتی که دوستان عزیز مثلا ازدواج یک قرارداد اجتماعیه انسان ها بر اساس قرارداد اجتماعی داره همون غرب لیبرالیسم با چی خراب شدن بر اساس قرارداد اجتماعی قرار رانمایی رانندگی مگه میشه هر از هر طور خاص رانندگی کنه قراردادی وجود داره آقا باید بر اساس این روش ها رانندگی کنی تو اجتماعش هم قرارداد دارن همین غرب همین آمریکایا با دختر امو دختر دایی دختر خاله ازدواج نمی کنه. اصلا اونو بد میدونن کراهت داره واسشون حرام نیست ولی کراهت داره واسشون دقیقا لیبرالیست به مهمات آدم حمله میکنه دوستان عزیز که اخلاق خودش رو غالب کنه مواظب باشیم ایرانیان اینا بازوی اجرایی دشمنان ایران هن واسه نابودی تاریخ و فرهنگ ایران اینا میخواد ایران به تاریخ بپیونده مثل خیلی مثل روم و باستان مثلا میخوان ایران هم به تاریخ ببینی کور خوندن فرزندان مرتزا علی و شیعیان و پاکان و دلباختگان اهل سنت های عزیز فردا هم اگه اشتباه نکنم نیمه شعبان میلاد منجی عالم بشریت امام زمان عزیز که سخت منتظریم بیاد و نجات بخش ما باشه تبریک میگم به تمامی ایرانیان شیعیان و منتظران قائم آل محمد قربون تو برم برا من بازم طولانی شد اصخایی میکنم آقا رسیدیم به آخر برم ولا بلا تلا <applause> ایران ما شتابان داره به سمت فر و اقتدار میره یانکی رفتن هر روز یه موشک جدید هر روز یه دستاورد نظامی هر روز یک نابقه اعلام شده که تو زمینه پهبادی چه دستاوردهای قدرتمندانه ای داشته که اون جتی که ما چند سال پیش ساخته بودیم البته پیشنمونه ای بود الان تغییرش دادن به عنوان یک جت پهبادی یه چیز خیلی قدرتمند یک هواپیمای واقعی بدون سرنشین میشه جنگ ربات ها دیگه ما اینقدر پیشرفته شدیم دوستان عزیز اینقدر قدرتمند شدیم و ایران مثل بلدوزه داره موانع از سر را بر میداره تا تا کنار زیر دست پا له نشی شهرتون بیاد گردن مونه تو <تصفح> زر زیبا کلام هم فراموش نشه سپاس از مهرتان پیروز باشید